چند هفته ای از پیروزی جمهوری اسلامی در رفراندوم آریانا به جمهوری اسلامی نگذشته بود که مردم فکر می‌کردن آرامش به کشور برگشته و به زندگی عادی خودشون می‌پرداختن که اولین خبر ترور در روزنامه‌ها چاپ و همه رو شوکه کرد. 9 صبح 3 اردیبهشت 58 دو نفر وارد منزل سرلشکر محمد ولی قرنی، اولین فرمانده ارتش جمهوری اسلامی شده و او را با ضرب چند گلوله ترور کرد. این اولین ترور گروه فرقان بود. بعد از 9 روز این بار مرتضی مطهری عضو شورای انقلاب مورد ترور قرار گرفت. گروه فرقان گروهی مذهبی و تندروی بودند که به اسلام بدون روحانیت اعتقاد داشتند. این گروه طرفدار جامعه بی طبقه توحیدی شریعتی بودند. بنابراین مخالف طبقه روحانیت شیعه و سایر طبقات اجتماعی نظیر بازاریان، ثروتمندان و سیاستمداران لیبرال بودند. رهبر این گروه اکبر قودرزی بود که تا زمان دستگیریش 19 ترور انجام داد. تو این ویدیو میپردازیم به زندگی رهبر گروه فرقان یعنی اکبر قودرزی. لطفا قبل از ادامه ویدیو کانال رو سابسکرایب کنید و ویدیو رو لایک کنید و هر ایده یا موضوعی که دوست داشتین کامنت کنید که در آینده بررسی کنیم و انشالله ویدیوشو بسازیم. اکبر قودرزی در لرستان و در نزدیکی شهر علی قودرز متولد شد و از آنجا که پدرش چوپان بود، فرقانی ها از وی به عنوان چوپانزاده آزادی یاد می کردن. وی در سال 1335 متولد شد. در شناسنامه 1338 قید شد. در سال 1351 عازم خانسار شد و مدتی در مدرسه علمیه تحصیل کرد. سپس از آنجا به تهران اومد و مدتی رو در مدرسه چهلستون و سپس در مدرسه حاج شیخ عبدالحسین ماندگار شد و در سال 56 آنجا رو ترک کرد و لباس طلبگی هم در آورد. او علاوه بر درس طلبگی درس جدید رو هم تا کلاس 11 خواند. قودرزی در سال 56 کلاس‌های تفسیر در مناطق مختلف تهران، نازی‌آباد، سلسبیل، قلهک، جوادیه، خزانه برپا و نیروهایش رو از همین جلسات جذب کرد. البته برخی از جلسات هم به اقتضای فضای آن سالها در خانه های افراد علاقمند تشکیل شد. قودرزی با همراه داشتن شماری از جوانانی که همچنان روحیات انقلابی سالهای 1355 تا 57 رو داشتند، آنان را بر اساس آموزه های قرآنی نشاط گرفته از برداشت‌های خود به شدت بر ضد روحانیت و آنچه اون رو آخوندیسم مینامند تربیت کرده بود. او همزمان با انتشار جزوات تفسیری خود نیز در ترورهای 1358 درگیر شد و مستقیم در ترور محمد ولی قرنی شرکت داشت. قودرزی سرانجام در تاریخ 18 دی 58 وقتی به همراه همگروهیش در خانه تیمی واقع در خیابان جمالزاده بود دستگیر شد. اکبر قودرزی در روز 3 خرداد 59 به همراه دیگر اعضای شاخص گروه تیرباران شد. مرتضی الوری درباره او میگه که گوش به حرف کسی نمیداد و معتقد بود که تمام حوایق در ذهن او جمع شده و دیگران همه دچار انحراف شدند. برای همینم در آغاز فرقانی ها بسیار با پابرجا و محکم از خودشان دفاع می کردن. رهبر آنها این گونه بود: موقعی که رفتن او را دستگیر کنن، در یه اتاق 3x4 با یه زیدوی مندرس و اسباب اساسی فوق‌العاده ساده زندگی می کرد و در همان خانه 350 هزار تومان پول نقد وجود داشت که در آن زمان پول بسیار هنگفتی بود، ولی او نان و پنیر می‌خورد و زندگی فوق‌العاده ساده‌ای داشت. 8 تا از مهمترین ترورهای گروه فرقان محمد ولی قرنی، مرتضی مطهری، محمد مفتح، مهدی عراقی که از ترورهای موفق و عبدالکریم موسوی اردبیلی، سید علی خامنه‌ای، اکبر هاشمی رفسنجانی و عباس امیر انتظام از ترورهای ناموفق این گروه، تعداد اونا 70 نفر ذکر شده
و این هم اسامی عده ای از آنها بود. اکبر گودرزی لیدر گروه، علی حاتمی، عباس عسکری، علی رضا، شاه بابک بیک تبریزی، امرالله الهی، حسن نوری، محمد نوری، کمال یاسینی، محمد کاشانی، غلام رضا، یوسفی، محمد متحدی، مسعود تقی‌زاده، سعید واحد، محسن سیاهوش، حمید نیکنام، علی اسعدی و بهرام تیموری. به نظر من عقیده درستی داشتن، هرچند افراطی بودن، ولی منم به عقیده اونا معتقدم که باید جلوی دیکتاتوری عمامو گرفته بشه، به قول شاپور بختیار که توی ویدیوی قبلی بررسی کردیم زندگی نامشو، میتونیم ببینیم. توی یکی از سخنرانیاش میگه بعد از خروج از ایران تو سال 58، اوایل 58، میگه که ما از دیکتاتوری 25 ساله رد شدیم و خوردیم به یک دیکتاتوری جدید. امیدوارم که هرچی ظلم و فساد و سختگیری و تحریم و محدودیت و فشار تو دنیا و توی سیاست ها کمرنگ بشه و حس بشه، هرچند نشدنیه، ولی حداقل یه معقولیتی برسه جامعه ایران و همه جامعه ها، نه تنها جامعه ایران، که مردم دنیا بتونن با صلح و آرامش به هدفاشون برسن، به آرزوهاشون برسن، نه که مثل جوانای ما و خود منم که از این دسته هستم توسط یه زندگی معمولی بمونیم. بالاخره حرف زیاده و بعضی وقتا نمیشه همه چیزو گفت، شرایط گویای همه چیزه. امیدوارم که به سوی نور بریم و هر جا که هستین سلامت و تندرست باشین و مراقب خودتون باشین. تا درود دیگر، بدرود.